هنر دنده ها و دندونه های تیز زندگی رو میگیره، نرم میکنه، سنباده میزنه و به نظر من نیاز داریم که هنر رو ببینیم، بیاریم تو زندگی همون و ازش حمایت کنیم. خب اسم من شبنم آتاهریانه و 44 سالمه، یعنی تقریبا به تازگی وارد 44 سالگی شدم. لیسانسم مترجمی انگلیسی بوده، تحصیلات ارشدم روان تحلیلگری و مشاوره بوده، ولی حرفم هیچ وقت مستقیما به این دوتا رشته مربوط نبوده، در این حالی که مدام پرداختم بهشون این ور اون ور، ولیکن متمرکز نبودم روشون و همیشه در جستجو و تکاپو اون چیزی که واقعا من واقعی دنبالش میگرده بودم. از سال 91 با زیباسازی کل تهران کار کردم، با شهرداری های مختلف کار کردم. هنر محیطی و مجسمه شهری رو خیلی دوست دارم، یه جور جستجو توی طبیعت زندگیه، توی بطن زندگیه، همیشه با آدما در ارتباطی وقتی که داری یه کار محیطی اجرا میکنی و یه تعامل های خیلی قشنگی به وجود میاد. من کل این مسیر رو دوست داشتم، نه فقط ساختن یه چیزی توی خیابون، کل مسیری که برای انجام اون کار طی کردم و دوست داشتم. همیشه دلم میخواست کارآفرینی کنم، مثلا کارهای محیطی که انجام دادم خیلیاش استفاده از رنگ، بافتنی، خانومایی که توی خونه هاشون دیده نمیشن و دارن کارایی انجام میدن با دستاشون و از اون راه دارن تأمین میکنن زندگی هاشون. و من برای چندین سال پیاپی یک عالمه ستون پولای اتوبانا، درختای خیابون ولیعصر، درختای خیابونای دیگه و اینا رو توی ابعاد بزرگ لباسای بافتنی رنگی تنشون کردم و این کار رو با استفاده از با همکاری یه عالمه خانمی که هیچ وقت دیده نشدن ولی توی خونه هاشون کارهای بافتنی و دستی میکنن انجام دادم و این خانما رو دور هم جمع کردم و این کارا رو تهیه کردم و توی خیابون اجرا کردم. نظراتی که آدم رو دادن و خیلی ها بهم انرژی قشنگ میدادن، ازم تشکر میکردن به خاطر اینکه رنگو آوردم توی خیابونا و یه عالم حسای قشنگ، ارتباطای قشنگ، تعاملای قشنگ. این حرکتایی بوده که خیلی دوستشون داشتم، بر همین بیشتر ازشون حرف میزنم، ولیکن اون کارهایی که با عشق با حس و قلب خودم انجام دادم، زنانگیمو تونستم به نمایش بذارم و چون میدید برای من زن بودن یعنی همیشه حرف نو زدن، همیشه امید و توی زندگی آدما و اطرافیان آوردن و اینا چیزایی بوده که توی اون کارهای محیطی تونستم انجام بدم و بهشون برسم. من سنم خیلی کم بود که ازدواج کرده بودم و علاقه من به چیزهایی بودم، یعنی رشته وقتی هم که رفتم دانشگاه کوچیک بودم و
از سن کم تحصیل کردم و همیشه تعامل رو دوست داشتم. مثلا من دوست داشتم کاری که انجام میدم ایجاد تعامل بکنه. مثلا از بچگی نوجوانی خیلی کتاب خون بودم و می نوشتم، دست به قلم می داشتم و معلم های ادبیات خیلی دوستم داشتن، این ذوقی که توی قلم داشتم و دوست داشتن و شعر می گفتم. توی مدرسه که بودم همیشه تو مسابقات شعر و اینا شرکت می کردم، جایزه می گرفتم و برنده می شدم و یه جورایی دلم می خواست که اصلا فکر میکردم اگر من یه مترجم بشم میتونم این تعامل رو ایجاد کنم و برای خودم نوشتم، ترجمه کردم و کمی جلوتر دوباره احساس کردم که نیاز دارم برم یه جور دیگه این تعامل رو دوست دارم به آدم ها کمک کننده باشم. من همیشه دوست داشتم پیام صلح و امید و شادی به آدم ها بدم و رشته دومی که بر تحصیلات عالیم انتخاب کردم احساس میکردم که منو تو اون جهت هدایت میکنه و میتونم کمک کننده باشم، میتونم پیام آور صلح و امید باشم به آدم ها. یه کمی توی اون رشته پیش رفتم ولی بعدش دلم نخواست که دوباره تو اون زمینه کار کنم، تا اینکه به صورت اتفاقی من تو فضای بچه‌های هنر و حجم قرار گرفتم. به صورت کاملا اتفاقی من هیچ وقت نرفتم آموزش مجسمه سازی ببینم، من هیچ وقت نرفتم به صورت آکادمیک یا حرفه‌ای توی هیچ آموزشگاه یا پیش هیچ استاد خاصی چیزی یاد بگیرم. من یه هنرمندم، یه مجسمه سازم و این به این معنیه که در واقع من از طریق هنر تو زندگی امرار معاش هم کردم و به نوعی برای سالیان زیادی شغل من بوده، شغل اصلی زندگی من بوده. مجسمه سازی و اوایل با حجمای بزرگ شروع کردم، یعنی قبل از اینکه من یه چیز انقدی بسازم یه چیز انقدی ساختم و یهو وارد یه فضایی شدم. در واقع یه استاد مجسمه سازی تو فضای بچه های هنری که قرار یه سری دوستای هنری داشتم توشون قرار گرفتم و من اصلا نمیدونستم که من میتونم با دستام چیزی بسازم. از بچگی احساس میکردم من خیلی دست و پا چلفتیم، فکر میکردم حتی اگه یه کار دستی بخوام درست کنم ممکن خرابش کنم، کج و کلشه یا نتونم از عهدش بر بیام. برام خیلی سخت بود ساختن یه چیزی و توی فضایی که قرار گرفتم و راجب نوشته هام با اون استاد حرف زدم، چیزایی که می نویسم، یعنی از من پرسید شبنم تو چی کار میکنی؟ چون بقیه بچه ها همه یه دستی تو هنر داشتن و من گفتم من فقط می نویسم و گفت چی می نویسی؟ و وقتی من چیزی که داشتم می نوشتم و تشریح کردم برای آدمایی که نشسته بودن، یهو اون استاد مجسمه‌ساز به من گفتش که تو یه مجسمه ساز خیلی خوب میشی، تو چه ذهن خلاقی داری و چقدر ذهنت مجسمه سازه. و من گفتم که من نه اصلا اینطوری نیست، من بلد نیستم چیزی بسازم و من بچه دست و پا جلفتی بودم و در این حالم من نه متریال میشناسم نه هیچی. گفت اصلا اونا مهم نیست، اونا رو میشناسی و مهم اینه که امروز روز
گذشته اون روزگاری که یه مجسمه ساز یه سنگ تراش بود که با تیشه و مقار مثلا سنگی رو تراشه، امروز روز مجسمه ساز اون کسیه که ذهن خلاقی داره و میتونه بسازه. دنیای متریال، دنیای ابزار انقدر پیشرفت کرده و گسترده شده که اونا رو به راحتی میتونی یاد بگیری یا ازشون استفاده کنی. و دیدید چه اتفاقی افتاد برای من؟ من این حرف رو باور کردم، من تو همون لحظه این حرف رو باور کردم. سال 91 بود، من بهش گفتم که خب من چجوری باید یه مجسمه بسازم؟ گفت بهت پیشنهاد میکنم توی فراخوانی که شهرداری تهران برگزار میکنه شرکت کنی و شروع کن به ایده پردازی و من اونجا توی مسیر اگر راهنمایی خواستی میتونی از من کمک بگیری. و تهرانم نبود کلن، اون آدم زیاد ایرانم نیست، توی کشورهای مختلفی کار میسازه. من جدا شدم، این حرفو شنیدم و جدا شدم، رفتم توی سایت زیباسازی تهران و دیدم که بله یه فراخوانی وجود داره و من تو اونا شرکت کردم. یه بیونال مجسمه سازی بود، دو ماه بعدش در واقع المان‌های نوروزی بود و من تو جفتش شرکت کردم و تو جفتش هم کارم توی داوری یه جوری کارم پسندیدن و قبول کردن. و من واقعا میرفتم توی کارگاه ها و با یه کوله پشتی هر روز توی بازار توی کارگاه ها میرفتم، دستگاه ها رو میشناختم، ابزار ها رو میدیدم و دوتا ماکت خیلی خوشگل رو به سختی اینا رو درست کردم و توی خونم تبدیل شده بود به یه انباری از چیزایی که جمع کرده بودم، متریال ها، کاغذ ها، طرح ها، ایده هام. و ماکتاشو ساختم، برنده شد و من شروع به کار کردم. اولش میترسیدم، میگفتم مثلا من چجوری باید اگه من خراب کنم، اما اینقدر روح منو ارضا میکرد که اصلا از هیچی نترسیدم در نهایت و رفتم جلو، رفتم تو دل کار و شروع کردم. و از اون به بعد مثلا توی شهریار روی تنهای درخت پارک کودک مجسمه های چوبی تراشیدم. مثلا اون اولین باری بود که من با چوب کار کردم، یعنی اولین ارمو من موقعی خریدم که رفتم سر کار که انجامش بدم تو خیابون روی اون تنه درخت. و همینجور راه منو برد، مدام کارهای دیگه‌ای انجام دادم، طرح‌های دیگه‌ای دادم، برای شهرستانا کار کردم و در نهایت تا دو سال پیش احساس کردم این مسیری که افتادم توش برای شروع خوب بود، ولی من دلم میخواد حرفای بیشتری بزنم، دلم میخواد فقط با آبرای اون خیابون که عبور میکنه هم کلام نشم، دلم میخواد با آدمای بیشتری توی دنیا راجب درونم، راجب پیامی که روح من داره و تعاملی که در جستجوش بوده از کودکی، اون وصل بودن با کل هستی، با آدما تو دنیا، با اشیا، با طبیعت، با همه چی. و اینجا رو گرفتم، یه کارگاه دنبالش گشتم و اینجا رو پیدا کردم که یه جای قدیمی بود و من وقتی اومدم توش یه حس خیلی قشنگی گرفتم. توی صد قدمیش یه بیمارستانه که من اونجا به دنیا اومدم به صورت اتفاقی و این همزمانی برای من پیام‌آور خیلی خوشیومنی بود و خوشم اومد و دلم خواست اینجا یه تولد دیگه‌ای پیدا کنم. و
از 2 سال پیش شروع کردم کارهای مختلف ساختم، چون سالها حجمای بزرگ کار کرده بودم و دیگه متریال و ابزار رو میشناختم، با همه چی محدودیتی نداشتم تو انتخاب این که میخوام با چه متریالی کار کنم یا میخوام مخاطبم کیا باشن، چه قشری باشه، میخوام کار رومیزی درست کنم یا میخوام یه کار مثلا 5 متری درست کنم و دیگه انتخابش با من بود. من شروع کردم چیزای مختلف ساختن. قصدم این بود برم تو خونه های مردم، برم ببینم مردم چی دوست دارن و چجوری با اشیای دور و برشون ارتباط برقرار میکنن. دنیا مدام پرچالش تر میشه، میشه گفت مدام دوچار بحران زندگی ها، دوچار تلاطمه، دوچار آشفتگیه و من با خودم فکر کردم چجوری من میتونم یکم از این نابسامانی و آشفتگی رو به سهم خودم کمتر کنم و طبق معمول مثل همیشه دلم میخواست که امید و ترویج بدم، شادی و ترویج بدم و توی آشفتگی و نابسامانی ها سعی کنم یه آرامش ایجاد کنم. میدونیم مثلا برام خیلی قابل تصور و خیلی شدنیه که یه کیوب سنگ بزرگ داشته باشم یا یه تنه درخت بزرگ داشته باشم و روش با ماژیکی چیزی رو طراحی کنم، بعد ازش کم کنم و برسم به اون شکلی که میخوام. اما با خودم فکر کردم این چیزی نیست که من دوست دارم انجام بدم، به نمایش گذاشتن مثلا مهارت‌ها، و دلم میخواست بیشتر از این که مصرف کننده باشم تولید کننده باشم. اونم یه مصرفه، میدونی؟ یه مصرف صرف درختایی که بریده میشه و من و آدم ها که دنبال فاخر بودنن، دنبال تجملگرایین و من اینو دوست ندارم. من خیلی به سمت عقایدی که ایدئولوژی هایی که مثل وابیسابی یا دور از تجملگرایی باشه و به هم ریختگی ها رو آروم کنه خیلی دوستشون دارم و شروع کردم از چیزای بی ارزش ارزش خلق کردن. احساس کردم دنیا پر از به هم ریختگی و چیزای بی ارزش خردریزیه که تبدیل به یه کوههای بزرگی از دور ریختنی ها شده. شاید اگه بتونیم دنیا رو مثلا تصور کنیم شده مثلا چند تا مثلا مینی جزیره توش درست کنیم، یه جزیره به نظرم مثلا میتونه یه کوه پارچه و لباس باشه، یه جزیره میتونه یه کوه کاغذ و مقوا باشه، یه جزیره یه کوه از پلاستیک و چوبای تیکه تیکه شده و ریخته این بر اون بر. و من گفتم چجوری هم این کار رو انجام بدم، هم شروع کنم به ترویج دادنش، مثلا ویدیو آموزشی درست کنم تو یوتیوب بگم چجوری شما میتونید الان با یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه تیکه مقوا یا هر چیزی که اینجا افتاده اینا رو با همدیگه تلفیق کنید و یه چیز خوشگل بسازید. چجوری میتونیم این چیزهای تیکه تیکه رو به هم وصف کنیم و یه چیز قشنگ بسازیم. ببین من به راحتی میتونستم این ظرف رو مثلا از یه ببین دقیقا ابعادی که دیده میشه، من میتونستم از یه چوب انقدر در انقدر، یه کیوب کامل یا یه تنه
اینو بترشم و به این ظرف برسم. اما من از یه تیکه چوب منحنی که یه جا افتاده بود استفاده کردم که شاید فقط میشد سوزوندش یا میرفت به زباله‌هامون اضافه میشد. من اونو با بازیافت خودش با بیماشه خمیری که من درست میکنم به صورت دستساز و خیلی ها درست میکنن، من سعی دارم اونو برگردونم به اصل خودش، به حقیقت خودش تو دنیا، و این به همریختگی رو کمتر میکنه، نابسامانی رو کمتر میکنه. من سعی میکنم بازیافت چوب رو به خود چوب اضافه کنم و یه کاری درست کنم به جایی که فقط هی دورریز رو زیاد کنم. میتونم بخشی این بازیافتار رو به خود متریال مادرش برگردونم و ازشون استفاده کنم. اون زمانی که من در واقع کارهای شهری میساختم میتونم بگم نسبتاً درآمدم خوب بود. پروژه هایی که میگرفتم، کارهای بزرگ، دستمزد داشت. حالا یه خورده در واقع اون داستانای قراردادهای شهرداری و دنبال کردن و گرفتن پول تو اینا داستانای خودشو داشت، ولی انصافا همیشه در نهایت خوش حساب بودن و من نسبتا درآمدم خوب بود. وقتی شروع کردم کارهای کوچیکتر رو توی کارگاه درست کردن، خب مسلماً توقع مالی متفاوت بود. اون موقع با یه ارگان و سازمان سر و کار داشتم و خیلی چیزا فرق میکرد توی قسمت مالی تا الان که با اشخاص و آدم ها سر و کار دارم و کارهای کوچیکتر میسازم. واقعیت اینه که هنر خیلی قشنگه، رویاها خیلی خوبن، اما بدون پرداخت هزینه ها، بدون کسب درآمد، من نمیتونم این راهو دنبال کنم، در این کارگاهو باز نگه دارم و چیزای جدیدتری خلق کنم. باید بتونم این سیستمو تغذیه کنم و کاری که الان دارم میکنم اینه که یه سری سفارش قبول میکنم. سفارشایی که قبول میکنم بعضیاش دلیه، یعنی دوست دارم که اون کارو واقعا بسازم و تموم شدهشو ببینم، ولی همیشه هنرمندان نمیتونن پیرو به دلشون، ذوقشون و هنرشون باشن. گاهی اوقات این سفارشا کاری نیست که مثلا خیلی من دوستش دارم یا ایده من خیلی اون باشه، اما برای درآوردن هزینه هام و کسب درآمد ازش قبولشون میکنم. در مورد درآمدم توی دو سال اخیر که این کارو به صورت روزانه و پیگیر دارم انجامش میدم، اول بگم که این کارگاه، اجاره کارگاه و هزینه هاش برای من ماهانه دوروبر 40 میلیون آب میخوره. یعنی من خودم باید هر ماه برای حفظ کردن این فضا 40 میلیون یا همچین عددی رو هزینه کنم و قطعاً برام خیلی اهمیت داره که هزینه جامو اقلن از کار خودم تامین بکنم و غیر از اون تازه بتونم درآمد هم ازش داشته باشم. هنر گاهی اوقات اونقدر که باید بها بهش داده نمیشه. من شاید یه میز بسازم که توش از تکنیک‌های مجسمه‌سازی استفاده کردم که مثلا بهش هویت دادم، بهش پا دادم،
به آینش پر زدم و بهش یه کرکتر دادم، روح دادم و یه حجمی رو وارد فرنیچر خونه کردم. ولی ممکنه هر کسی بابتش حاضر نباشه خیلی چیزی بپر، مثلا میبینی بگه که خب یه کمد دیگه، مگه یه کمد چقدر قیمت داره، یا یه میز دیگه. ولی من دارم یه هنری و خرج فرنیچر و اینا میکنم که در واقع خیلی جا نیفتاده. امیدوارم که بتونم بیشتر ازش درآمد داشته باشم، واقعا امیدوارم که بتونم ازش درآمد بیشتری داشته باشم. در حال حاضر خیلی خیلی دوستان و کسایی که توی پیجم مخصوصا پیگیری میکنن، کارامو دنبال میکنن، به لطف اونا واقعا و چیزایی که بهم سفارش میدن یا خوششون میاد و ازم میخرن، من در واقع هزینه های اینجا رو با درآمد خودش پرداخت میکنم. اما گاهی اوقات مثلا ممکنه یه سفارشی بگیرم که یهو مثلا یه چه میدونم 60-70 میلیون توی یه سفارش پول بیاد دستم، ولی خیلی وقتا هم ممکنه اون سفارش وجود نداشته باشه و من مثلا یه مجسمه، یه آباژور، یه ظرف، یه چیزی بفروشم که مثلا چه میدونم مثلا شاید من 5 میلیون بابتش بگیرم و نصفش هم هزینه و وقت و انرژی باشه که روش گذاشتم. اما من دارم یه چیزی رو جلو میبرم و ترویج میدم و تا موقعی که کارم هزینه های خودش رو در بیاره دوست دارم ادامهش بدم، یعنی اونقدر بنزین و سوخت کار من شارژ بشه که بتونم ببرمش جلوتر. ولی واقعا امیدوارم که در آینده بتونم درآمد بیشتری ازش کسب بکنم. و نکته دیگه هم این که چون میدونی یه چیزی بگم داخل گیومه بهتون، این که من سری کار نیست، من دو تا کار یه جور و یه اندازه نمیتونم، نه اینکه نمیخوام درست کنم، اصلا نمیتونمم. من مجسم سازم، من کار هنری میسازم، کار تک میسازم. خیلی ذوق میکنم از اینکه وقتی این آباژور میره تو خونه یه کسی، یه دونه از این هست تو دنیا و من دارم خیلی پول کمی بابتش دریافت میکنم که یه کار یونیک به خونه یه نفر هدیه میدم. انگار در کل مثلا این همین ظرفی که نشونتون دادم قطعا توی کانادا، توی اروپا قیمتش خیلی بیشتره، خیلی بیشتر، خیلی فرقشه. مثلا هنر جاهای دیگه هم جاهای دیگه گرونتره، بهای بیشتر بابتش میدن، اما زیادم نیستن آدمایی که میخرنش، ولی قطعا قیمت بیشتری داره. به مراتب توی یک کشور دیگه بهتر میتونم کار کنم اگه بخوام، اما اون عشق و اون حالی که آدم توی سرزمین خودش با بحرانای روز خودش و برای مردم خودش میسازه خیلی 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 متفاوته. من با دولت ها و جوامع به صورت کلی کاری ندارم. من فکر میکنم ایرانی ها هنر رو بیشتر میفهمن. من فکر میکنم ارزش یه کار دستساز که میاد روی میز خونه من، کنار مبل خونه من، روی دیوار من یا هموطنهای دیگه هم
بیشتر ازش لذت میبرن، باش ارتباط برقرار میکنن تا مردم دیگه دنیا. این نظر و حس منه. حقیقتاً خیلی توی دنیای هنر حمایت نشدم از طرف خانواده، مخصوصاً که تحصیلات غیر مرتبطی داشتم و مثلا میدونی، نمیدونم، مثلا من میرفتم توی فراخوان مجسمه کشوری یه استانی برنده میشدم و یه کاری رو میخواستم اجرا کنم و خیلی هیجان انگیز بود برام، ولی مثلا برخی از اعضای خانواده به من میگفتن که توی اون شهرداریه نمیتونی استخدام شی، یه کارمند شی مثلا. این خیلی تلخ بود برای من. شاید فرهنگ، شاید وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه‌مون، میدونی اینا کمک، درک میکنم یعنی این نگاه ها، هرچند که قلب آدم رو میشکنه، ولی که درک میکنم این طرز فکر، این نگرانی که پشت این طرز فکر و فرهنگ وجود داره. برای همین اصلا این خیلی نکته جالبیه که بگم، خیلی رو من اثر گذاشت، چون هیچ وقت ازش حمایت نشد. حتی از کودکی نوشته ها، من خیلی که کوچولو بودم اولین داستانم رو مصور نوشتم و این زمانی بود که با اولین سوادم اونو نوشتم، یعنی سواد خیلی کمی داشتم، تازه الفبا رو یاد گرفته بودم، برای همینم داستان مصور نوشتم که بیشتر نقاشی باشه و سفرهای نخودی بود اسمش. و میخوام بگم که ذوق هنر در از کودکی در من بود، خیلی تشویق نشدم، حتی یه جاهایی همین نوبرخوردی که بهتون گفتم رو داشتم و به من حس اینو داد که این راهی که داری میری بی ارزشه. به من حس اینو داد که اصلا شاید این چیزی که تو میخوای باشی هم بی ارزشه. این توی ایدئولوژی امروز من توی هنر خیلی اثرگذار بوده، چون من نگاه که میکنم میبینم کل پیامی که داره از قلب من این روزا فریاد میزنه اینه که بیا از یه چیزی که فکر میکنی بی ارزش، ارزش خلق کنی. اصلا خلق کردن ارزشمنده. بیا خلق کنیم، بیا ارزش رو خلق کنیم از چیزایی که به نظرمون بی ارزشه. و این واقعا شاید یه پررنگترین نگاهیه که این روزا دارم، پررنگترین رنگیه که روی کارای امروزم وجود داره. منم میگم تا روزی که بتونم هزینه هامو اونقدی تامین کنم که این راهو بتونم ادامه بدم، ادامهش میدم. و تا موقعیم که بتونم، دوست دارم که توی سرزمین خودم ادامهش بدم. راستش توی یکی دو سال اخیر یه پیشنهادایی داشتم که مثلا همین کار رو برم توی یه کشور دیگه و حتی فضایی وجود داشته که من اونجا یه کارگاه درست کنم. و تا روزی که بتونم ازش درآمدی کسب کنم و تامین بکنه، در واقع موتور این سیستم رو تامین بکنه بنزینشو، ترجیحم بر اینه که همینجا ادامه بدم این راهو. و قطعا دلم میخواد که توش رشد بکنم، دلم میخواد رشد بکنم، دلم میخواد دیده بشم، پیامم شنیده بشه، دلم میخواد، دقیقا دلم میخواد، یکی از بزرگترین هدفم پیام
امید و عشق و خلق ارزش و اینا رو بگم به آدم ها تو دنیا، نه فقط به هنرمند ها، نه فقط به یه قشر خاصی. و دلم میخواد درآمد بیشتر کسب کنم ازش و دلم میخواد خودمم مدام توی دنیای خلق کردن بیشتر رشد و پیشرفت کنم و متوقف نشم. اصلا دلم نمیخواد متوقف. واقعا به هر کسی که علاقه داره یه چیزی درست کنه و بفروشه پیشنهاد میکنم که وارد این کار بشه. یه متریال مشخص رو روش تمرکز کنید و یه سری حجمای مشخص رو درست کنید، قطعا میتونه براتون یه شغلم باشه. حرف آخرم اینه که دوست دارم که ارزش بیاره توی زندگی آدم ها. دوست دارم هنر کمک بکنه یکم از آشفتگی دنیا کم بشه، یکم از به هم ریختگی های دنیا جمع بشه و آدم ها صمیمی‌تر، رنگی‌تر، پر امیدتر و در صلح بیشتری با هم زندگی کنن. و این دیگه فکر کنم غایت آرزو و هدف هر هنرمندی میتونه باشه.